شروع شبیه میکردم ولی خود چه نبوده حتی از خدا خلق هم کردی اصلا چیز هم و یه جا داره الارضو کل حال الامام، یه جا خداوند همه ارضو در اختیار امام گذاشته. حالا اونا بسن شغل همین آقای میکنم از چیز در میگردم تو طرف ها میگم الامین از کل حال الامام بیشا بهتر آخیا الارض و کل حال امام تو سوره انفاله.
نه این ارزو رو داد، نه این رو داد، هر تو قرآن نیست روزی دیگر رو سوره هشت بله صفحه 545 و آقای این طرف 546 دارم بس حد سوم حالا حد سوم 546 رو و ما آقا حالی به خونه ترجمه شد و ما آقا الله و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. ترجمهش گفته با اون چرا خدا از آنان تو که دوشی یهود اون رو فردا که ها دوانی؟ نه از تمالات نمه چون خیبر پس رو چهار تا رنده بود چهارش دعوا شد من جا تا شروع دادم سوری تفضل یه بید دعوا دیگه هرچی که اومد دیگه به پیامبرش بازگرد داده این لطافتش اینجاست یعنی زمین ها قبلا ولیشون به مراجعت خدا و دارد الو پیغمبر یعنی من از توش خونه ها زندگی داشتم ولی وقتی بل کنن یا رها کنن یا مثلا مقابله کنن که بدن زمینه برمه افاعی برگرد برگردی برگرد فرمود اونه که دعوا نکردی ما از لاتو ملعه من خیلی در ملاقه خواب شما برای دست رو بردن من زرش باشه نجشتونی نه اسمی برای که ها خوری و نه شکر بشن اینجا رو فقط هنجا بشه همیش تو در بشه کل مادم که اونجا ملعه ها و خیلی تحبیر آجو هرچی که بدون جنگ و خمجزی دست مسلمی بیورده چه زمین باشه چه غیر زمین یا انجلا انها اهلا اهلاش بل کردن رفتن یا تسلیم مسلمان ها کردن با اختیار این مال امام میشه جلده صندوق تحبیر آجو جلده این تحبیرش عربیه که در بله کتاب انفال شروع شد صفحه 333 بله خوب شد خدا که هستی برای درس رو مرد بکنم بله بله اونجا حتما نگفتن که فکر گفتن هم که ملاحظه کردم ولی درسته که همه چی توی فی سبیل الله باشه برای آخرت اینجا خیلی خدا وعده داد و بالا که آخرش هم بهش داد اما فقط این اگه برای آخر برای سبیل راه خدا و قربت الله باشه خود خدا فرموده تو دنیا هم به تو دانشون میدن آخر عنکبوت میفهمم که الذين جاهدوا فينا لنهديت هم سبل این فقط تو دنیا هست ما راهای خوب نشون میدیم پولداری بهتون نشون میدیم رفیق خوب جلسه خوب استاد خوب همینا اینا هم میتونه باشه فقط تو دنیا فقط تو آخرت نیست برای چی فی سبیل الله صحبت می‌کنی من برای سبیل الله من میدم حدث هم گفتم شما را سم ملاحظه کردید نگفتید ولی خواستم تو همین جلسه که ما آمدیم اینجا برای چی اومدیم اینجا؟ بله همین جلسه که اینجا من بیارم اینجا که آجوان خاطر یه بح 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 بس من سم میدیم یا شما مثلا بگید من بیارم اونجا به آجوان بگه بح بح بولی چرد چه قشن تبدیل معنی کرد یه بب چه قشن مثلا خون همه حالا هم فرقی نمی کنه نه میگم تو یه چیزی یاد بگیم شد جلسه علم حالا وقت بحث بشید بگیم جلسه به خود پول ارزشی جلسه از لحظه شا لحظه شو میفهمن شهر از من از هم چندی سال عبادت من کارو میکنه تو از شروع خیلی کنی نه نه من به خدا من رسالت چی جا بکنم نه رسالت میکنم من یه دارم تحمیه یه رو به خواهد میگنم این تیک سرگیر دارم آدم نه بنده خود ده هستش هم شروع خیلی یه دارم تو جلسه بودم خودش دارم اون در سخنانه من خیلی گفتم برای خدا باشه همه کار بیرا گفتی این خیلی تصمیم گرفتی که هر کاری بودن گفت رفتیم خونه مثل همیشه چند در بچه کچی داشتیم خیلی اذیت میکردم در بابنم اون روزای دیگه چهار کتار میزده یا کمشه میزده بالاخره یه سالی بود امروزه وقتی برای خدا روش رو صرف کردیم فایده نداریم هر صبح احترام هم نمیسن ساکن
گفت به ذهن اومد پاشم بسه خدا دو تا لغت بزنم ببین آدم ها بارها فرمودن یه آدم وقتی برای خدا روشی به خدا غذا میخوره آدم ثواب بده میگن ها میگن یه دن علماء سرزده بالا آفتابه در شدش میرفت توالت کنترل به شوخیه یعنی یا حسن آقای میاد آجا با سلام علیکم پاند سلام علیکم چه خورم چیز بودی پدر چطور نکنم و پدرم به رحمت خدا دارم اومدم که یه مثلا خیلی از مبردات هنچی بکنم روی توالتی که من میگم سهاش بسید روی مثلا واقعی تو ولی واقعا اگه خاطر خدا باشه هم توال رفتم قدر خوردم آب خوردم و میره بالا الان خدا هم دلش میزه یه مثلا خیلی مدرسه ساز یه رو هم ناشون میگم خدایی نکنم یاده باید داری آنجا هم میگم فرد و صبح که اومد بیدیم اول چیزی دیگه بخورد دومی چیزی هم چیزی چیزی نا بعد یکی از چیزایی میگه آقا این چیزی فلان چیزی دیدی سفر چیزی که دیدی دفنش کن میاد نگاه هم که یه تشت تالی هم من دوباره شد میگم کامل خیلی جالب بود یه تشت تالا تشت تالا دفنش می کنه تشت تالا مثلا 30 میلیارد تومان بودی دفنش می کنه یه ساعت به بیرون تشت زد بیرون بگه خب به من چی من بودی؟ خدا بزرگ در پیش من هم در اومده بگه بگه مربوطی یعنی کار خیلی که میکنی بخاطر خدا مثل تشتری که دفتش میکنی شما خدا در حقیق این واسه این طوری مانده چه انسان که این جواب به خدا ایش یعنی من دوستان آخر میشناختیش خدا بکی بر پاس طوری نمیتونی چیه میرفت این جواب هیچ یعنی نمیشناختیش اونطوری و فران اینا آخر سه همچین تشتری مانده شد که از اون برای که این اصلش بستگی داره به اینکه ببینید تر کنیم اما اون چی نشسته این تر کنیم یا اون خانم کچه با میدارم ارتباطی با خدا دارم اما تفاوته این نسلی لکم لشد خواهد چقدر بنا میشناسم چقدر توجه دارم چقدر خودشون در من در خدا میدونم چقدر میفهمم که همه چی مالونه و در اختیار اونه این فهم و درکان و فقط با به تحیدا بره برا تا به این مرحله برسید لا حول ولا قوة الا بالله او قوت به همه مال خدا سبحانه خلق کرده بله اجازه داده خدا مثلا ما مصرف کنیم ببینیم مثلا این بدن انقدر مال من و شما نیست که مثلا این صورت داریم ببینیم بی جهت محافظم میکنم چون سار داره سوابش خوباست این زنی که با دو تا کلمه پیغمبر خبر داد که در اختیار تو سرخه این نفس من خدا و بعد هم به تو گفته بیشتر از اون مخلوق که افتاد میشه و بعد به این در قده حیز نمیشه تو ماه میکنه این بفهمی به این قدم به قدم این را دریافت کنی درک کنی که ما هی فرد در ما اعمال و مخلوق میفهمیم خدا این توفر رو داره مراده سمتا چقدر پرورده چی و اون عبدالله اینجوری مثلا چی دور به مسجد سنه من آفر منی هست چون خیلی باشم من دست دور ببریم هر قدم بقید آقای وقت هم که دیگه بایان آقا خب بس من رو دارم برای من آخش کنم چند ترشم؟ ترشم آمده نفره هفته و نفره پنجم هفته ماهی تاجیک پنجم فرموده بوده هشتم نهم هست هشتم آن تاجیک نوشته میخوام آسد جعفر آن آسد جعفر نوشته من بلدیم از این چیزا بچیم آسان جعفر زحمتی نمی کشیده آجا قدیه آسان جعفر زحمتی نمی کشیده آجا قدیه آسان سرک جدید شده نه این مردی آقا این مثل زحمت داریم آسان جعفر مدرن آجا مدرن 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 شادی رو به آجا های جارهای از قیلان از من فوت هم از سلام الله خب 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 خ
خودی گفتم برای آقای عسکریان. ما سه هفته جلسه چیز میزبان نداشتش، گفتیم به نام حاج باقر آقای عسکریان، آقای کنی و آقای حاج حسن آقای صبوحی این سه جلسه رو که هستش. ۷۲۶ حاجا آخر تیمم هستیم و ابتدای نماز. یا خوشحال شدی شما دیدین. سلامت کاملش یک هم و یک صلوات. کسی که وظیفه‌اش تیمم است، حالا برای کاری تیمم میکنه. جای کسی برای کار تیمم میکنه تا حوض اسباقی میشه با اون تیمم کاری که لازم داره انجام بده، ولی مثلا احتیاطی مستحب بشه. کسی که برای نماز میت تیمم کرد یا برای خوابیدن، برای همون کار این تیمم بودن. خلوی که این راست مهم تو روزی درست کنم درست کنم کسی که وزیفش تیمم بین برای چی تیمم کرد اینجا بینم مثلا برای توی ما محلی بینن آقایی کرد اینجا آقایست شد اما بعدا مبتلا تو وضوع میاد وضوع میگیریم حتی برای وضوع گرفتن اگه آب نبود با تیمم بعد از وضوع میکنیم بچه اون عضو اصلی برخاست اون عضو که بده خوب چی تیمم هم میره فقط یه داستان دادن گفتن که مثلا نماز میت نمیخواد آدم وضوع بگیره قصد کنه هیچ یه زن حائضی که جنوب همه هست همه بدنش هم نجسه میدونه نماز میت اون نماز میت شرایط نماز رو نداره و دارم میگن که مستحبه که بوچه و حالا حتی مثلا اگه چی وصله هم نیست تیمون کن مستحب میگن این تیمون نماز مهید بده هم نماز مهید کنه بده چیز چون مد نماز شد کاری ازش یا مثلا کسی حال نماز بخونه میگن مستحبه بزرگ میگیره بخواد باید بخواد ببین اگر یادش نبود تو رخت خواب خواب میگه یادش افتاد
میگم نمیخواد پاشید بری وضو بگیری همون رخت خواب دست بزن بکش به صورت دستا مستحب سواب بوده با وضو بگیره این وضو رنگ در میخواده پیامان در میخواده دیگه میخواده آجا این فهمودی الان؟ فقط یادش بره یا اینکه نه اگه اصلا بدون وضو بره یادش این یادش بره این خاصیت بره اگه بدون وضو نداره بره بخوابیم دیگه ناق به دردشون اگه تو شکل دردش میکنه بره بخوابیم یا یه وقت ببخشیم اما وضو نگیره بوده واقعا اینقدر خوابش میده یا اینقدر بیست جایش میده خواب اصلاش میکنه مثلا از میکنم اینه وضو مثلا نگیره بهتره باشه اونم موضوعی تیمم نداره این مالی کسیست که اگه بیادش به وضو میگرفت میخواد بیادش رفت نمیدم با هم برخورد یا مثلا یک مورد دیگری باش تیمم دستور دادن که خوابیدن و گفتم نماز میگردم میگم این فقط به دم در میکنه تیمم هم صبح تیمم نیست که هر روز اینجا آبریست اولیه اینا خوش بشده بله در مورد تیمم به خاطر تنگی وقت ما جنوبی ما از خواب پاشدیم یا روز ترسیز وقت نداریم قصد بکنیم نماز قضا میشه بگیم تیمم که میکنی برای نماز فقط به درم نماز بکنه چون نماز وقتش تنگی کارهای دیگه که وقتش تنگی نیست نه که بگیم به احتیاط واجب سایر قایات را انجام نده در تنگی وقت بلی در مورد تیمم به خاطر تنگی وقت به احتیاط واجب فقط به در بهمون چیزی که وقتش تنگ بوده سایر چیزهایی که اصلا انجام نده بله من یه موردی که آقای مکاره منو هدم تا توضیح بده باشه من تنگی وقت داشتم تیمم کردم نماز مفرد این نماز که دارم میکنم میتونم دست رو نوشته قرآن بذارم بی وضو و تیمم برد کردم اینا الان های مطالب بگن حتی اگر تیمم را به خاطر تنگی وقت نماز گرفته دست گذاردن روی خط قرآن و مانند آن برای او جایز است یا مثلا آقای خوبی گلپیگانی فاضل صاحب بچه تبرسی سیستانی و هیچ آقا فرمانی مزاهری اگر عذرش تنگی وقت بوده یا با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده فقط کاری که برای تیمم نموده میتونه انجام بده که به همون حفاظ خونه گرفته آقای زنجانه اگر عذرش تنگی وقت بوده به درد همان رو باید یعنی که این بساطه همیست خب نفر بعد نفر چهار رو جناب آقای شهبازی حضرت آقای شهبازی در چند مورد مستحب است نمازهایی را که انسان با تیمم خوانده دوباره بخواند پنج مورد شما سه مورد شد یکیش این حالی ها جواب فکر میکرده که اگر یعنی فکر میکرده که آب اگر یعنی آب نیست به تیمم کنه و هیچ قصد گشتن هم نداشته میذاره تنگی وقت تیمم کنه اگر ولی اگر میگشته آب پیدا میکرد یکی اینه که عرض میکنم عذری داشته و در نداشتن آب خودش رو جنوب میکنه عمدن نتیجتا با تیمم در تنگی وقت نماز میکنه و اون هم دوباره مستحبه که دوباره بره بعد از عذرش اعاده کنه عرض میکنم یکی این که میذاره وقت تنگ بشه از عمدن و بعد جنوب میشه ببخشید میذاره وقت تنگ بشه و جنوب هم نشه و تا اینکه نمازشو با تأخیر با تمامی بکنه اونم مستحبه که بره اعاده بکنه بگم پنج تا میگه اصلا بده که حالا این پنج بوده منم بخونم اول رو که از استعمال آب فرض داشته اما با عمدن خودش جنوب کرده و با تمامی نماز کنه شرایطی توریست که مثلا اول خیلی سرد آبی قرار نداریم خب بزرگ میگه میکنیم بله اونم کرده هم نم خودشون اون نفشه شده تیمم کنیم این درست تیمم شد درست نماز شد درست اما مستحب که نماز شده بوده بخون این که خودش پایست دوم میدونسته یا گمان داشته ها پیدا نمی کنه خودش جناب کرده ها
خب بدم میگم سرپون تا آخر وقت نرفته جستجو ها، یه وقتی پاشده که دیگه جستجو وقت نداره بکنه، حالا با تیمم نماز خونده اینم مستحب نماز رو بکنه، چهارمون که همدن نماز رو تأخیر انداخته در آخر وقت با تیمم نماز خونده که دیگه خودش این کار کرده کاشو تیمم کشون مستحب، پنجمون که میدونسته یا در من داشته آب پیدا نمیکنه ما آبادی داشته ریخته که ناچه شده تیمم کنه اینم مستحب، بعدا اینا دعاقه کنه اینم رو با بزرگ بزرگ همه چی کنه باید. خب شهروزی رو به وزن بگیرم یا آقای این هم در خونه درست هم در مثل بنیان بند رو میداشت پس یه روی خب یه نفر بردی کن یا یه نفر داوطلبی راجع به نماز صفحه حرف زدن به حضور بله از مول و یعظف بسم الله الرحمن الرحیم. نماز این که باید اهمیت بهش داده بشه، از صلات عمود الدین این قبلت قبل مصباها و این ردت رد مصباها، اگر نماز قبول بشه بقیه اعمال انسان قبول میشه، اگر قبول نشه بقیه اعمال هم رد میشه. پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات و سلام علیه فرمودن که کسی که به نماز اهمیت نمیده نماز را سبک میشمارند مثل اینی که نماز نخوانده، و کسی که نماز را سبک میشمارد مستوجب عذاب آخرت است. این از فرمایشات پیامبر عظیم الشان. مردی وارد حاجا سبک میشماره یعنی چی؟ کسی که انسان عقب میندازه اهمیت نمیده برای تو همین مسئله که مخواستم بگم معلوم شد. مردی وارد مسجد النبی شد، پیامبر نگاه میکردن نماز رو خوند و بعد فرمود این مرد اگر در همین حال در طول زمان در همین به این شکل نماز خوندن از دنیا بره از امت من نیست. بعد ازش سوال کردن یا رسول الله چرا؟ فرمود که نه رکوعی درستی نه و سجودی درستی رفت. و این شما میدید بعضی ها چجوری نماز بخونن، اصلا نه رکوعشون رکوعه نه سجودشون نه برد یه طمأنینه ای رو داشته باشه، یه وقاری یه سکینه ای هیچی نداره، این نماز همی اصلا معلوم نمیشه چی بود. خب نماز باز فرمودن که در حین نماز با آسمان نگاه نکنن، مهر رو نگاه بکنن، سجدگاه رو نگاه بکنن، اگر هم در جماعت هستن حتی جلویاشون رو به پشتر جلویاشون نگاه نکنن، متمرکز به مهر بشن، عرض حضور شما لباس خوب بپوشن، خود رو خوشبو بکنن، مسواک بزنن، عرض حضور شما چیزهایی که نماز رو ثوابش رو کم میکنه، حسد و بخل و کینه و دروغ و اینها رو نداشته بشن. دروغ قبول نمیشه اصلا، نه ثوابشو کم میکنه. اینا ببین حسد ورد من ممکنه حسد ببردم ولی نمازم کم ثواب میشه. حاجا قبول نمیشه یا حالا این نوشته آخری جمله که خودشون نوشتن گناهانی که مانع قبول شدن نماز هست، گناهانی که مانع حسد و بخل و چینه و اردوشان خوردن مال حرام و اردوشان شما که به اینها مانع قبولی نمازه. حضورتون عرض بشه که نیت‌های خوب و داشتن نیت خیر و استغفار و اینها ثواب نماز رو زیاد میکنه. تا همین جا شد. پس نفره که میتونم یه سوال از منظرتون بله خانومی توی فضای عمومی من خصوصی نبوده خواهد نه خصوصی نبوده خواهد نه 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 خواهد نه
حاج آقا میگفت شوهر من وقتی از دنیا رفت یک نفر تا هفت پشت اومد همسایه فامیل همه از این راضی بودن. یک مرد فول آپشن به معنای اخلاقیات و خوب بودن ولی نماز نمیخوند. خدا چرا باید اینو بسکنه کسی که همه ازش راضی هست؟ من جوابی نداشتم. بله از این برای که نماز فرمولش رو این اختراع محمد بن عبدالله نیستش. این چیزا سرش نمیشد. ببینید این دو دستوری هشت مجادله آیه شورا سوره شورا که چهل و دوم قرآنه آیه صفحه 489 بالاش آخر آی سور شعور است. اگه آیه رو بخونه به من معنیشم و تباره که او حجم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. میفرمون به این چنین اوحینا الیک وحی میکنیم به تو روحا من امرنا. این وحیا که میامده زندگی ایجاد میکرده روحا من امرنا. بله زیرش روش حقایق را فرمان را بعد کردیم بعد با خود پیغمبر فرمان ما کنت تدری کانه یکون و مده ادامه زمانه. یعنی تو هیچ وقت نمیدونستی که اصلا کتاب چیه ایمان چیه نمیدونست. پیغمبر رو خدا خلق کرد و این رو باید بهش بده پیغمبر که مثل خدا نیست هم چی بسوش باید هم چی شد. از این بچه به دنیا میاد شما باید شد پاش کنید پیرم پاش کنید هیچی نداریم. پیغمبر خدا خلق کرده از قبل هم خدا کرده ولی خدا بده وقتی خلق نکرده بدن هم نداشته هیچی نداشته. این نماز اختراع شخص خداست و یه کساب کتاب های توش دوش کرده بلده چی بیدونه خدا ما ها رو میشست و اینجور تعریفی شما ببینید دارن از نماز میکنن تو رساله خاصی حالبیان همین دیگه خود بیدارا بیشتر بیدارا بیدارا اتحار جنده دو بقره اصلاح و بطر اصخاک و ملا خود بیشتر خود چلا های سسور جنده دو اینا هیچ نمیارزه در مقابل نمازش. نمازش از همه مهمتره. احب خود اعماله یا ایسه بگیم این سخنرانی نیش کنیم؟ خب سخنرانی خب در اصل سخنرانی است واقعا به نجات نیست سخنرانی؟ اولا شما میگه آدم خوبه اون زنه را چون ما چشم کرده پول میده نه نفوسه
نماز ازشون خواستن احب و لعمال خواستن خدا زنه میخواستی گلا بدیم شوارم مرده ایشون نماز رو بهش پرسن نماز من نداره که تره شوهره رو کنه کنه شوهر من بگیر نماز حواس هستم نیست از آن زن غلط ما این مقیمین سلات هم ما مصدی رو شما میفرمودید ما میگیم اشهد هم نشقد اقل و سلات آیا اقامه سلات مهمی را خواندن؟ ویلون به مصدی نه نه باشه من ویلون به مقیمین سلات نه نه مصدی باشه اقامه هست در نماز سلیم باشه ببینید اعلم ان سلات احب الاعمال الالله یعنی هیچ عملی رو خداوند انقدر دوست نداره که نماز قصر کشه نماز پیغمبر از همه کاراش بیشتر خدا دوست داشت و هر کس من شما هم همین حالا اقامه کنید نماز رو مثلا بگن آقا من قرمه سبزی خیلی دوست دارم خب باش حالا رفته قرمه خیلی سبزی خیلی داره درست میکنه اونم اقامه قرمه سبزی است ما همون میتوانم خطه و هی آخر و مسای الانبیا این حساب کتاب هایش ما حالا تو اون را درک کنید بفرمید دریافت کنیم اینا رو همه هم شرده و قلب فهمش درکش ولی فرموله پیغم برای این بمانم ماها نیستش از اون بالا هم فرموله فرموله چیز شد یه یهودی دانشمند نبودش این در فکرش بکرد برم بر زنده باشه هر روزان خبر های مرد های نازود نمیره این به هدفی داشت اومده بود فاطمه مدینه سوالی بکنه گفتن که پیغمبر مرد از دنیا رفته خیلی متاسف شد که نه آمد بودن بیرون آمد دانشمند نبودش گفتش که حالا میفهمید میخواسته یک تحقیقات گفت کسی جانشین داره اینا بله آورده تو بچه اینو آمد برد گفتم اینو شما جانشین داره گفتش که پیغمبر آخر نیست وصیتش به شما چی؟ کار من پیغمبر از دنیا میرفت کار داشتم بیرون او نبودم اینا به کس دیگه وصیت کرده این رفت تو ذهنیت توراه و اطلاعات دینی و اینا گفت نمیشه اگر پیغمبر در مشرق آدم باشه در وسیلش در مغرب آدم باشه در وقت فوتون پیغمبر برگش خدا و قدرتش اون وسیل و نزد اون نبی حاضر میکنه تا وصیتش رو گوش کنه یعنی این مربوط به کارهای خداست خدا درجه میارش به چشم هم زدن از مشتر دیدن با این طرح کلاس بالا هر بزن فوق دیگه رو جد همه دیگر مشتر کنم این نمیذاشتن اینجور سوال ها کسی مطرح کنه بله نبوده آبدم داشتن از قبل آمده بود یهو یه نفر پاشد همچیز در پس گردنش با سر رفزونی این چه طرز واسطه من نیستی پشت من جوری من اصلا بود که زب تو چونش که این چه طرز حرف زدنش آقا ده بزن آدم نشد برای این کارا چون سوال داره این نبوده یه به همه درست من بیرون شد هی زدم دش خلاص هر چی مو برای چی چی هم زدم دش رو دویست متری من چکم یه میزن رو سر کنش یا بمیره یا دیگه پیداش بشه تحجب کردم این چیز برمیشون سن ما خود درجه بود قصد دارم پشت از مسجد دارم خاطرتون باشه سلمان حضورش تو این جلسه این آدم رومین بود چون میدونستن ایستان بود در علیه این بودن گوه علیه مرد بودستن حریفش دیگه نمیشون در داره یکی دهزه چشم نداشتن ببینن حالا باشو در تا کتک بزن ما بکردن رفتن باخت داری بیچه بود سر کرده خود اون که حالش چی شده ایش گفتش که میخوام ببرم این پلیم میگه این وسیل رو بیدم برم این اول من خدا یا آقا باز چی منو میزنم اگه هر فیلم زدم بود حالا بوده آمادش کرد که بشه در که زدم در خونم سر از تو صدا آمد که فلان کس این گوه بسرم گوه به خدا بستم هیچی از بیرون شهر اسم من نمیدونم اسمش هم چیز عجیب غریبه نمیشه چیه هم هم فیلا ریس بابی چیه یک کجا میدونم تو خونه همون در وقتی گویه من رسی هست آمدی به پسته از من آخرین وسیعت پیرم برچی رو بیر این بیچه ها دیگه پشتیم در لام پنگ برم رفتی آقا فرمودن که تو میگوی اومدی چی به پشتی ها من بگم یا آقا تسکیم شده بود بگم
آمدی که پشت آخر وصیتش به من شروع کرد. فرمود آقا داشتم وصیت میکردم، منم گوش میکردم، اشاره کردم که به قول ما اون پتو رو من بفر رو روش بود بکش رو سری رو خود من هیچ کس نشد رو برای من کشتان آمد و بقیه رو در دوش من میگفت، ولی تو آخرینشون میخواهی با نه آمن آخرینشون. فرمون آخرین حرفی که بران برزد و روح از بدنش خارج شد گفت السلام السلام روح رفت و چون از بین دو دست من عبور کرد من کشیدم به صورتم و نهره کشیدم و یک خمکاری کردم. با همین نمتاز من تورات خونده بودم هیچ پیغمبر سر به روش چهار هزار از دنیا نرفت الا اینکه آخرین حرفش به وسیلش نماز میشد. آخر اون حرف مهم و مهم رو که تکه دارم آخر نداره بیانش موسیقی بابا مصیبت این شدیدی و تشتیدی و زن و بچه و حالا امام حسینم آخر نفره بره میدون چهار بودن بچه بودن محترمات بودن دیگه میخوام بزنن چهار رو بردن چرا بابا مصیبتی میشه چه کار خیلی فشار رو اونا سه شب اونا از اون بود آب نبود قضا میکنه آب بستن حرفاشون رو به زینب زدن دو رفتم که آخرین من رفتیم این برنامه یه کم کردم که رفتم برگش خواستم در نامه چه مهمی پیش اومده که فرمود خواهرم دمزش نماز شب رو ایستاده بخواه برفتش این نماز شب مستحبه اصلا ایستاده نوشن سر چند بار مستحبه چه توی خرابه شام یه وقت امام زین العابدین دیدش که عمش نشسته نماز شب نخوند هم به جان ایستاده بخون هست کرد هم به جان به خدا قسم از گشت میدید نمیتونم باسه ولی پاشتم به خودم زمین نمیشه اصلا شده نیست. حالا من شما اینقدر بیاد نمیشه که اینا بچه هم خسته باشه خواهش شده بکنم که اهمیت این کار دارم مستحبه اونم چرا رو نمازم قدر فکر آدم شهید میشه نم دارم پول خرج میکنم روش مچه بسازه میکنم نه من با کارها کارهای خیلی روزه من دارم چرا باید مدرک زین العابدین رو که قیامت خیلی روش حساب کتابه در حال نماز به امام زین العابدین خدا دارم. امام ششم فرمودن که جدم علی و حسین مشغول نماز بود نماز نمازه مستحبی دل شبه نام ابلیس نهره کشید نمی فهمه اون من اون دشمن می فهمه چه خبر عبادسته جمع شدم که علی و حسین داره کرد نماز شروع کرده به این جور که داره نمی کنه اما اون خلوص و توجه و هرچی اگه تمام کنه این دو رکعت رو میتونه همه یا امت جدش رو شفا ده. چرا تو این عمل اینقدر پرسش؟ اونا میفهمه که میشه دیم چه کنیم چه نکنیم گفتم به هم بزن شور و شور و شور ابلیس رو من به صورت مار ده سر حمله میکنم تو نماز بشن ولی من تو تلویزیون دیدم مار سه سر رو دست داشتید ماره یه سرش هم درسته بس معلوم ما ده سر پیدا میشه ده تا سر میره به یه دوم میخور هشتناک از بیافش باشه این حمله که حمله که آقا قیمه نیتونه آن لگه نه که خیالی مطمئن دار خدا اجازه میده بهشون به جهت امتحان اجازه میده اگر اونم عذاب شروع کنه خدا بگه کنشون امتحاناته هرچی ما دارم پایین رم اصلا اثر نمی کنم یکی از انگوشت های بارو توی کرد دهن ها که از سم درش شد سم خیلی عجیب برای درد میاره خیلی دوم سوم تمام ده انگوشت و سم حالا دیگه تموم شده موفق شدم زنگ رو اینکه اثر نمی
ملائکه به امر خدا حمله کردن، ابلیس هم فرار کرد. سه مرتبه به از آسمان صدا آمد انتزعین الله، انتزعین الله و بده، انتزعین الله. خب وحیه عمود الدین این طرح دیگه اگه مثلا شاعر میکرده کسی، من که هیچ در جنو میگن یا آنکه محصومی دارم یا این آقای زوغی چیزی بود پیرم در رحمتا سر کار داشتم باز خیمه خیمه زیاد خواست برم خیمه میخوام بزنم تو بیارم این صافه یه همون ستونشون رو برم سرم رو بکنن خود بره پایین صفر کنه ستونه باشه حالا اون حلقه هاوش نه تنابه حالا دیگه تنابه بکنه این برون برون تنابه باشه بکنه بکنم یک دستم خیمه به پاکشن این ستونه نخواشه که آخرش میشه پاس جفت درسه اما دین من اگه خیمه باشه اما ستونش بعد یه چیزا روزه با خمس و زکات و جهاد و جبهه و همه بقیه تنابه و منابه اذا قبلت قبل ما سرا الله و ارکاد تطورت نبود بابا ناجب دعوه دوست ایشان همه پول برده خدا میده پول در آمانه کار سخته آمانه نمی نفته میده میگه داده میده اگر نمازش قبول شه اینا خدا قبول کنه اگر نمی تو جبه ها این همه لطو هاش بر محال خدا قبول کنه بگر نماز شما قبول شد یا اینا دروغ باشه دورو بدون بکار این قبلت قبل نماز ما اگر نماز اگر نماز ابن مسائل به شهادتش قبول شد نمازش قبول شد چون قبول شد امام حسین هم اگه شهادتش قبول شد نمازش قبول شد که قبول اگر قبول بشه ما سما وقت داره هیچ چی رو قبول نکن و هی اول ما اون زرافید من اول ابن آدم پسر آدم اول نمازش عملش میگن نماز شده انسحت حالا به این انسحت داشتن دوازه هم برون نبیدم ببینید این مثاله ها یا تشریف رو بودم عرض کردم خدمتشون حالا کدوم بود این آقای وضوع دست چپ تموم میشه آیا کف دست میتونه قاطی بشه با آقای وضوع نه آقای خالص آن کامل میگه ابنش بیر آقای سیستر نمیم ولی بسه این میدونم تو قربه بسه نبو بله و احتیاط ما بس وقتا قاطی میشون قبل از اینکه آدم خودش مشتهی قرامه تعریف کنه من اگه هر کدوم از دارم عمل کنم بدارم جهنم خودم میتونم در بیارم از خدا هر بله اصلا وقتی مشتهی بشه نه آشوم حرامه در بیارم نه یا احتیاط کنه بله در فتوه چیه بله احتیاط دست بالا آدم میگیره دست بالا بعض وقتا سخت میشه نه آقا قطعی میشه و مسئول نکنی باشه گفتم از این جلو بندازمش چون ردیف داره این کار رای استعمال گرفته برسته بکنم اینطور خاطرم 11 ماه شما نشسته جفت رو را مثلا آیا دو چرخ که کنچین مثلا حیات و شما برون دو چرخ رو درست کن حتی که دیگهش از یه جا نستی که از خودش بود اینو به این تحریه کنون دوزار 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 این از اونجا خیلی درست کنه دیگه میخواید خیلی نکنی رساله به این راحتی جلوتونه اینو تجربه بشتن اونجا بلدتون اینجوری صاف از پیغمبر هفته روشته باشن که به اشتغال 30 سال درس خونده بوده میخواد 2 ماه آدم سواد داشته باشه میخونده یه نیست اونجوری تمام روایت ها رو بردید مخصوصا این دایی که میگن بلی قاضی بشه داره دلالشون دلشون گفتن دو دست روی خالشون کتاب هاش هست بعد اونا جوابش چی بده اونا چون یازده ما بعد آخرش قاضی بشه نه آخرش نگاه نکن دو کلمه هست این رسالا همش هم دو راه بود خیلی نکن راحت به این راحتی شون زبار جون دادن به یه واقعی توش نوشتن چون فردر قیامت کوتاهی کرده باشن محاد رو بهش دوده صاف بلا میشون نمیشون رو بکار بکشون 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 بعد میکنی زحمت دارم بکشون پا آخر و بعد جواب بدن یا مردن جوابشون بسید حالا شما چیز کنم شما همه اهمیت بده بخون ببینه نماز از اول خیلی بخونید و
وقتی میگن یک حال حرکت فکر واجب نگید شوخی ندارم که خوب باقی میکنم یا حضور اینجور بگیر یا قسمه اینطور بکن مثلا دام مکان نماز گذار یا که به هفشه هست باید هر چی رو زیده نماز چیزهایی که نماز رو صحیح میکنه ببینید اینجا بگه که این صحت من روی کلمه فعلا قبولش کار ندارم صحیح باشه صحیح تو همه دوستانم که الان خوندیم در اهمیت شو میگن بعد میگن خوب آدم کارهایی که قبولی نماز رو به خطر بروزه نداشته باشه مثل حسد، کبر، ندادن خمس و کار بلکه هر حرام ولی اگه این کارم نکنه به صحت صد من نمیذارم قبولی رو بخواه قبولم نشده شد اصلا ارزش قبول شدن اما اینا میگن از فکر مارکسیزم میگن یک بقیه سزا با اصلا از احجاز مستحب هم سرابی داره نه اصل صحیح دونه رفته میخوام نماز باطل این اون که بیرم بر تو مسجد نوشته داشت نماز بخون نقره که نقره الگورا مثل تب کن بود نخمز در زمینه سجده هاشی تو فرمود در این ماتخا آدالله ها قضا سلام تو این باید نماز باید تو سجده بردنیم اعضای هفت کانه قرار بگیرم پیشونه با تاچه این همه و ذکر باید بشار عقل ذکر هم که یه دونه سبحان الله باشه خب یه دونه سبحان الله باید گفت که اقرام این نوب زدن که درست یه مسجد من بخواه که تون نماز کن من آن بودی من آن بودم سه چهار بعد از ضرور رفت بعد گفتش که من بشار یه دونه مغازه رو بگم که خیاب بودم هی تون سو نماز کنم شد من بفتا پلوش شستم یه اول خیلی که من گیدام بله از کجا سلواده اینا چیز که گفتم که شما چیز کار من اون مغازه رو بکنم سوپری بودش بقالی بود بکنم گفتم یک کسی بیاد در مغازه دو سیم پنیر بخواد دو سیم خب من یه جوری بگه که شما بفهمید دو سیم پنیر اگه بگه مثلا تو این چیز قصر برو به قصر درسته شما به هر قصر هست یا تو حضور یه جا این خود درست کن ببینید چطور تو هم جلسه شما یاد مال شما خدمات رو یادتون رو نمید یا بودی اما شدش که رساله های خمینی رو باز کردیم هم شما تو بود حضور چی کار میکنید محضور رساله بگم یا نه چند تا که هی غلط گرفتن از رساله که باطله خب روزو باطل بشه نماز هم باطله حال به آقا خود رحمت شما نوار کنیم تو رو هر سده هم باز بکن یاد تو میکنه به کسی رو شد یعنی از بعضی که من گرفته بودم فمیل هیچ کنون بود روشون رو شد از فمیل به با آدم اینجا فکر انگلیسی نمیشه خب بیا خونه رساله رساله چاپ نگه تو خونت بذار چشمت کور میگه آقا بازو بیا خونه میچه نمیشه فهمشون رو دردشون نمیخونی نمیشه دیگه این سبک شمردن نمیخون من بخواهم درست بشه خونده این دیگه من همشون آف کنون این مسئله برشه نوشته زن شاش برید مگن به پدرش هم در مورد اینو نوشته بود بخون در بیر فهمان را اون را همه خدا میدونه دین از فوت کردن راحت داره از هر راحتی راحت داره بله ولی بلد باشه مگه شما رانندگی کرده اومده تا اینجا سختی گرفته داره بلد تو باشه بله آدم از دک اومده اصلا بدن اسم ماشین چیه درش چی بیر باز بود گفتش که طرف سوار تک تاکسی شد دید کفش یه چیز مثل فرش این افتاده نمید کف شده در خورس بعد پیاده شده بود اب کفشش میگشتی بایشون بیاد کن گفتش که تاکسی هم سوار شد این شوخی ما خیلی قدیم حالا چرا فلان قد بده گو اون بو گندگی دو هزار رو میگیره تو باید یک رو میگیره اتوبوس میگیره
حالا از این شوخی بکن بلدی بکنم بلدی تاکسیسی ها شد بله راحته باید یاد گرفتم چون من این درس ها بده پیشم ولی بلد بشه من میشه بلد آقه بشه اینو مشکل کار ماست ببینید این مسئله الان دارم از حضور شهر میدونم رو هر کدومش هم همون دارم هر کدوم چه بکنه من بگم شما رو شما از رو بخون شایدم یا اون آقای گفتر هست و سفنه این مسئله بودشون بگیم چیز میکنم آدم الان از اون آدم باز پیغام بداخت مسئله 248 در وضوع شستن صورت در دست ها مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جایز و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام می باشد و اگر با یک مشت آب تمام وضوع تمام عضو شسته شود و به قصد وضوع بریزد یک مرتبه حساب می شود چه قصد بکند یک مرتبه را چه قصد خب همین هم فهمشون میخواهیم که صورت یه بار واجبه به شوری داره دفع دوم هم جایزه دفع سوم حرام نمیشه دستم همینطور دست شدم اینکه میگه که یک مرتبه به شوری با یه مش همه شسته بشه قصد بکنه فلان حوز شسته بشه یه بار چه قصد بکنه چی میخواد بگه که الان همین فضا خامنه یه قبول نکنه نه 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 اما فتوا خوبی قبول نداره ولی آی سیستم چه همین فتوا های گل پایانه قبول نداره آی صافی قبول به منه الان اینجا که این آقا گفتش که مرتبه دوم جایزه و مرتبه سوم بیشتر حرامه بگن کدام دفعه اول حساب کنیم بگن قصد وضو داشته باشه آب بریزی وضو شسته بشه یه بار حساب میشه چه قصد بکند یک مرتبه را یا قصد نکند ولی آی خوبی عراقی گلپایگانی صافی اینکه کدام شستن اول یا دوم یا سوم است مربوط به قصد کسی است که بزرگی قصد میگن چرا پس اگه به آی خامنه نمیده اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلا ده مرتبه آب بریزه اشکال نداره همه شستن اول حساب شد ولی روح الله خود نه اگه یه آب بریزی و همه وضو بگیری یه بار چه قصد بکنی چه نکن اونها این فرق میکنه آخه وقتی یه بار درشون میره تو بار دوم اگه بریزی میره تو بار سوم میره تو ما آبا رو نمیشه برای مس استفاده کرد چی میخوان اینا بگن یه بار اون شسته بشه یا من بشه اون چیه منظور تا با یک مشتاب باشد یا چندین مورد وقتی که تمام شد یک مرتبه اتفاقا این فتر خدا خونه میشد خدا خونه میشد چندین مورد کجا باشه منظور از مرتبه اول آن است که تمام عضو را بشوید عضو تمامش جسته بشه آخونه این هم یه مشت و مشت کار نداره میگه عضو جسته بشه اگه یه مشت جست بدونه و چند مشکل نداره اون یه عضو شسته بشه وقتی عضو تمام شد یه مرتبه ولی خوبی میگه نیت تو وقتی قصد دفعه اوله 300 بار آب برست اصلا چند سر آب برست همه قصد اول داشته باشه اول حساب میشه مکارم میگه نه عضو شسته بشه تمام شد عضو شسته بشه نه تو آب برست آقای خامنه‌ای بخونه آجا بخونه
سوال: شخصی گفته است که هنگام وضوء فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود و اگر بار سوم آب ریخته شود و وضوء وضوء باطل خواهد بود. آیا این سخن صحیح است؟ جواب: شستن اعضا در وضوء بار اول واجب، بار دوم جایز و بیش از آن مشروع نیست، لکن ملاک برای تعیین هر بار قصد انسان است. پس اگر به قصد بار اول قصد ملاک نشستن درست نرفت تو دین خوبی بود بایدان بله دین خوبی بود بایدان بله بایدان میدن بله دین چیزیست که روزی لاقل یه بار که صد درصد بیشتر ملاک چیز یه وضو آدم بگیره ما سال من چند بود که 63 بود مکه بودم یه خوبه بود تجربه خلاصه صبح روزی دلی که مکه برای نماز بعد بنا بود که بیاریم و بیام سوار بشیم و بیام و اینا هم برای اونجور شد من حتی حضور داشتم کش بداشت قبل که میکنم خوابی با وقت نشده بود نخونده خلصه تهران او به من نشست ماشین هم بود من ببره یادم نمایه بیاره بیاره داشتیم کی بود و باید برای برای انسان بشیم من دقیقم فشاری رو میشن احتیاج ندارم دست چیم برم من وضو دارم وضو از که نماز صبح مکه رو کنم در یه بس چیلی باسی میکنم کنم وضو دارم بخونم در تر باید بریم شب برم وضو یه نماز صبح مکه خوب رو میتیم بس چیلی بیارم خشکم نماز صبح رو کنم بدیم به وضو حفظ رو دارم ولی کنم یاد اون افتیم ببینیم وضو به این کار رو باشی بگیم دوباره که حتما میشه مثلا مثلا بر مثال امروز حالا نماز مستحب رو بده ما الان موضوع گرفتم نماز واقع هست کندم الان دارم بازو به مقرد اشاره میکنم فقط صبح من برای به نماز واجه میشه دو تاری که دست هم باید گره بادت بیشتر هم بکنه میشه کار داریم باش کار نیست که یه بار رخ بده و تمام بشه داره این کار داریم و وقتا یه مشکل تو موضوع هست اینه که آبی که باش مست میکنیم باید آب وضو باشه این تحصیل میذاره آقای خمینی میگه خود رو نگاه کن خود یه بار شسته شد یه بار اش توضیح آقای بهجت میدن خیلی به درد میخوره مقصود از هر مرتبه شستن تمام عضوه یعنی شما اگر بالا رو 300 میلیارد بشورید تا این پای شسته نشه یه بار حساب نمیشه همه عضو یه بار تیکه تیکه که نیست میگه عضو که شروع کردیم وقتی تمام شد میشه یه بار به این تیکه هاشم بدونیم بله حالا برو بوز بده که یک مرتبه بوز شسته بشه آب بگیره دست بکشه هرچی میشه یه بار خودشون نگاه کنید به یک کسی که داره رنگ به دیوار میزنه با این رنگ روغن اون ستون هم بالا رنگ بزن رنگ روغن عجیب قره گرونه هر قطرش 2 میلیارد دلار آب میکنه بخواست اون جا با رنگ مصرف نکن یه بار فقطی که لازمه رو بزن دوبار رو هم نکشه اونجا کشید پشتشو بکشه مثلا چون رو کشیده دیگه بیا بیا تو یه بار بزن با مونه دل نگاه کنه که یه بار کش برسه حالا رنگ حالا بگه من تو دلم قصدم یه باره میخوام 40 بار بکشم اون هر بار هم میگی هر بار بار کنه هر بار کنه قصد من یه بار از این محافظ اون محافظ اونجوری بگه ولی این بگن همون فیلی بار شستشون نزده بیشتر چه چون این بیشتر باشه با آبش مست نمیتونی بکن مهم این دست چله که میرسیم بخواهیم مست کنیم نوزه باشیم که شما مست میشه حالا ببینید یه مطلب است دیگه خود اینو بعد پخته یاد گره پرسی لقیق شد جلوتر رفت خوب هم میدونه تو طوله طول عمر من چقدر نمیدونه مسئله پرسیدم یا آقا اون آقا این طرف قربه اینجوری کردم بالاخره من با اینکه خودم الان فرفا مثل فرفا یه فردانه مثال خوبیه میگم هرچی آب ریخته بشه بار اوله ولی همش این نظر آقا خود میدونم باره کردم اون که بیه ما کنه آقا این وقت بیشتر از دل که آب مخواهم نصب بله اینکه کردم یعنی صورتی که میشه رو کاری ندارم آب بریزم و میشه رو مصبا بشه یه بار که میشه بیشتر هم بشه دستم هم این آخرهای دست که میرسم که کف دست چپ دیگه قصد میکنم یه مقداری از کف دست رو که قصد وضو ندارم تو قصد نکنه وضو حساب میشه
شما شیرن به دست یک میلیارد سال تا قصد نکنه حضور سال این حالا بابیست در بزرگ اینجا شما تو دلن بسپاره که این حضور نیستش حالا آقا جون اینجا دیگه این آبی که برمیدارم رو حساب میریزم که زیاد نشه و همه برسه و همه آقا مست میکنم که هم نظرهای خود میدم تعمیل بشه با اینکه خودم فرقام نیست سال بود بایدانه یه سال حالت کردم دیگه حالا خوش بکنم حالا نظرهی شروع کردم من تعمیل بشه شما بکنه جلو هی تیکایی دیگه تیکایی دیگه تیکایی دیگه تیکایی اصلا اینا همش چیزای خداست برای امتحان کنه اختلاف دارد بین آل خمینی و آل خویی بین آل خمینی و آل خامنه تو مقلد یاد بگیری آخر بخیلی این افعال کنم به همه فکر چون یه درد آقا بیشتر بشه از میرسید به اونا به نمیشون مسخ مشکل این ها هم برم چون آقا با وضوع بر مسخه بار سبون هم که میگم حرامه باطل نمیتونه ولی حرام آقا دیگه باشه مسخه آقا وضوع نمیشه حتی اینجا شو دیدیم میگن اگر نماز صحیح باشه در بقیه عمل خب خدا ماست ببینید بنده ایدن چه من خدایی که خلقم کرده روزی به من بده هوا به من بده اون مشتبه اون دوستمون رو میگم که خانمه رو خواسته بگی من شوهر ندارم ایشون نکنم با شما آقایه آره کجا رفت شما؟ اینجا اون شخصرا خانم آره کجا خودت بشیم صندلی خانم یا نیچره رو خواسته بگید من شوهر ندارم بیست سرام شما حواسه در بوده ایگه ایرامش میاد من شوهر ندارم این شوهر اینجوری غلط کردم سرا شورازه کردم گو خوزن شورازه کردم دست خدا رو باید موزی کنه ما خدا رو چرا نزده نمی کنم خدا که من شده در خشم و غذر مردم داشتیم مثلا من پول در برم بزن بشم که واجبه نفقه ندارم به گدا و بدم به مستحق بدم زن من بگیده بچه من بگیرم من میگم که خدا رو همه این خوبی ها چشم از خوبی نه قبول نمی کنه خدا خوبی یعنی چه؟ خوبی یعنی چه؟ حالا من اینو نخرج زن و بچه هم بگه اگه ندم میمیرم این خوبیه بدم به یه گدایی ندم به زن و بچه دستور رو بعد اجرا کنیم خدای خالق ما را بده ما چی باید بگه خوبه دو خدا خدا بگه نه حتما خدا ببین اون وقت هم نماز که یه بار نیستش که صبح محصه شکر میکرد گفتش که لاره به پسرش میگفتش که هی پسر من چه کن چه کن نماز نخون صبح کن زور میشه زور بخون شب میشه نمیشه هی میاد نماز یه بار کن چه شبه صبح آدم صبح میشه آبلیز هست رو از دایره رحمت خدا خارج میشه میگه برو برو اصلا ثوابش از خود اونایی که کردی برات کاری بود حرفش نداره دستورش میگه آقا صاحب من که من خلق کرده و پیغمبرش این هر کار نوشتن نمی من نماز از آقا مردم دارن کشتگی میبره بگه چشمت کشت بده جو مربوطه اصلا به خود پیغمبر شما یه چه قرآن شما باشه چون به درد این جواب بعد اون که دنبالش میگشت تو سوره تاها خدا داره با محمد حرف میزن حتی تکمیم دیرم بر تکمیم این صحت بخواهم این نمازی بکنم که مرزه بگه صدیق نماز تو خون دیگه نماز حالا قبولی بس بعد اینا توی قربت و دوستان را تبدیل می کنند که نماز رو اون قسمت که صحیح میخوان اون قسمت رو نوش کنی حتما مثلا میگم در حال ذکر واجب بدن حرکت بدن خیال نکن همه آی خوب میده برش تعریف کرد تو کتاب بشته یا زن همچه یه گروه بابا محمد و علی بودن یه برش رو بشته خودش قدر میکرد بده بسن این نفس که اصلا لحن میکنی صبح داشت دین هم خوش در اون برکه دین در بره نمش آقا این دستونه میگم وقتی ذکر واجب بدن مثلا سجده این رکوعی هر هرچی بگم قبله رو مثلا اینجور هر دستوری تمام این مسائلی که نماز داره اینجا چون این قبولی و اداره سرفستی براش دادن چی میکنن که بحث قبولی داستان دیگری است و بحث صحیح بودن داستان دیگریست اینجا توی بخش لیلیت خب این جلد چند دویسته
من چطوره؟ جدی؟ خدا رو دیگم کتابه سه رو جایی دو بردی کنیم بله اینه اینجا اینجا گرم اون شهر بدم بفرم که یه چند بسات هایی رو کاره مثلا برا قبولی خود توصیه میکنم حواستون باشه چی بگوی معنا ها توجه کنید اونا در مسائل قبولی نماز ولی صحیح بودن رو شما میخوندن نماز باطل میشه نماز باید صحیح باشه تا باید قبول بشه ولی الان ما یه نفرم که میکنیم نمیگوی نماز صحیح باشه اونو قبول باشه دو صحیح باشه یعنی به نظر دارم خیلی بیدین از این نماز باطل کنید اجازت بدن نه همه رو درست کنده این رساله از خدا قبول بشه قبولی داستان دیگری است که دنبالش هست ازم بر این که تفاوی حقیق تبدیل شده معجزه است فهم اینم میده میگه اجزا غیر از صحته اجزای چیزی است غیر قبوله میگه این عمل صحیح کارای صحیح من یاد دارم قبول دارم که من دارم این معجزه چون اینم نخوام از این نمازه که بخونیم حتما بریم بهشت و نمازمون نماز خون حساب شما اینا شرایط قبول در جات بار بهشت و ایوان آجا آقا نماز خونی که هیچ خیلی در وجود الان جوانا الان در بجونه جوانا بخورن و هیچ خیلی نمیخورن من وقتی که المنوی با هم داشت خدا اون ده من رو درست در جوانا اونجا دارم روزی من و شما رو خدا داره این زمین داره میچرخه که اگه نچرخه هم مردیم خوشی داره میتابه که اگه نتابه هم مردیم این همه نعمت بیکران خدا داره میاد اینم کتابشه اینم علمای این دین هم دارم حرف میزنم نمیخوای برو حوزه خود مجتهد شو تو به بیستا بخونیم اینا میگن که نماز حب اعماله و اگر قبول نشه آقای خمینی به اون عظمتش این مطالب رو شما حواستون نیست ببینید آقای خمینی روش تفسیر خودش خیلی حساب میکنه مرد جهانی بودش خیلی بیشتران رو گوش میده فرمود قیامت یه رکعت نماز واجب تو فرمانده نباشه میبرن جهنم برای من نماز ما که چیزی نیست من خودم روایتش هم بلد بودم ولی چهار چیزه نگفت روایت بلکه هم دیگه نماز رو هستم برای اینکه اون عقربه که بیاد بیرون از جهنم بعده بگه من چهار تا رو میبرم یا رو میبرم برای حبت باره با سلاف ولو به رکعت مانا و زکاف ولو به هم بفلم با و والدن ولو به لحظتن چهار و تن ولو به قطرت که فهمیدن که جمع میکنه اینا رو میبره صحرای قیامت خلیه حالا خب این هم دیگه کشا فقط باسته باید دیگه کسی یه رکر نماز واجب تو فرمندش نباشه فرض کنید خود امام زینا بوده میشه اصلا همه فقرهای عالم داره بررسی میکنه هرچی مریضه خوب کرد کرونا رو خوب کرد خدا سوی کاری ندارم بندگیه برای کرونا رو که چون مردم یک بردی بخونه
به پیغمبر میگه نه من صحاب خودم تو نون بخوری نون هم من بدم محمد من نون نمیدم نون تو من برسونم نماز رو به جذبه هم رو احده کرد سلاح باشه لا اون از قلب و کرد سلاح نه نون از رو این رو میخواد از ما یا یه مثال دیم امر ایشون بله یه کسی وارد یه کشوری میشه اول همین آقا پاسپورت میگه آقا من رئیس جمهورم من پرسوپر حسابی هم من آیت الله مقدوم و بعدت هم میگه هر دیگه خواهد باشه نه بگه من پاس جوادم درست نه پاسپورت داری یا نداری روز قیامت تمام فامیلش هم بگه این آدم خوبیه اول میگه نماز افسر هم که اول ما رو میگینه اول هم میگه آقا جوانی نامه پسر آیت الله رهبر هم باشی پسر هر دوش اول میگه آقا جوانی نامه هر چی میخواد باشی باشی همه دنیا میگن آقا این آدم خوبیه اما جوانی های میخواد این قبله تا جوان فهم قبله از ماسته اول هم میگن نماز نماز داری هفت پشت یارو بگن آدم خوبیه بله ارتباط با خداست دیگه و محبه ارتباط دائم با خداست نماز خیلی لحظه ولی مثلا با جوان هم که میکنیم سرکنده مصرح باش نفل ازا نفل از نفل مغرب نماز شب نفل هم نهی هست مثلا این بهمون برای با خدا بشت بگی شب بیدار با شب چی کام کرد مرد دارم یا هست در این سبی هزار را کرد نماز بسن صحبتش بعد به همه کار میکردن اما نماز را که مانو بده همان زینا بودن انقدر در خونه ها قضا هیزم برده بود و پشتش اصلا پوست رنگش عوض شده بود اونجا زینا لابدینی بشه خدا نداد تو نماز داد ببینید این اصحابش دیگه ما باید این دستور های شد نمیفرد این هرچی من میگم ببینید یه همچین بساطی رو ببرید جلو که این اجزام این مطبعه مطلب ببرید میفرمان گاهی عمل صحیحه نمیگن این شخص تاره که این عمله به حیثی که مستحق اقام باشه نماز صحیح جهنم درد میاره لیکن قبول مولا نیست نمیدون جهش میدون قبولی است یست بهش میدون در جات بالا بدن اون وقت چه کنیم قبول بشیم که این ینبقی اجرا بشه ینبقی چیزی زده اجرا مستحب سبک داره خب یا من قد عرضه قبول مستحب هم نیست ین چه کنیم بگی که تو نماز حواس جا باشن هم چی شه کنم این همه مستحبات است که خوب ثواب زیاد می‌کنید اما خود نماز تو من نمی‌دونم با علت و چیه مثلا چرا تو سجده اونطور من حرف بزنم یا ذکر مثلا گفته باشه یا کلمات صحیح گفته من نگه نمیشتم تو سجده وضو درست باشه غسل درست باشه در درون هر چه هست هر چیزی که میخواد نماز رو باطل کنه این ولش باید صحیح باشه این یه مطلبی است که اینو به شدت توجه کنیم ببینید اشخاص متفاوت هم مختلف هم فرض کنید جدا اینو شما تو دلتون من میگم شما تصور خود امام زمان که علم غیب داره و همه چی داره همون تشریف بیاره خونه من خونه شما حالا هر باید اینجا کدوماتون میرید رو بروش محاکمه نماز پس بده و بیدونید که پیروزید من میرم میرم همه زحمت میرم هر چی گفتم کرد نون به مولیلا اونم همه رو میخواد بگم آقا خود منم هم که مشتهر مشتهر هم همه رو ندارم میکنم قبول نباشه درک قبول نباشه من صحیح بود نبیمونم به حدیه درک رو کردم صحیح هم بقیه که بود قبول بشه اون میخواند از بگم آقا سجده اونجور بود بگم اول قیامت هزار سال محاکمه نمازه حتی قبل از اون محاکمه اعتقاداته که اون مومن یا کافر من کافر ها که همه مرخصن میشن تو جهنم دیگه از اینجا به بعد مؤمنان محکمه دوم ماه تو مؤمنان اول نمازه از همه ادیان هم هستش هزار سال هم وقت محاکمه همش هزار سال طرف هم خود ماش شما هستی اعمالت هم حاضره اینجوری رکوع گرفتی اینجوری پا شدی اینجوری کردی اینجوری کردی و این رساله ها خدا از تو میخواد اون قبولی ها رو نمیخواد قبولی هم بقیه نمیخواد از تو ولی اون که صحیح هر رو بخواد که نماز صحیح باشه نمازی که بخونه خودت مجتهدی بگوی درسته یا مرجع علم بگو بعد درست فعلا اینکه من میفهمم درست درست نه قبول هم درست به آقای خلاحتی گفته بودن که چکار کنیم تو نماز حواس بی پرد نشه
یه برای بر نرفن رو یه نفر بیاد به خود من یاد بده. نه اونا مستحبه، اونا یه هم بقیه از مستحبه هم کرده، اما نه هم که بزرگ بزرگ درست باشه، قصد درست باشه، هرچی رب داره به اینها، هرچی رب داره. با آقای سعیدی این من رو خدا کن حالا چی در این کمس صاحب کرد من بردستش بودم من سال 41 دیپلومت ریاضی گرفته و از دار خانون رو آقای سعیدی چرا چهار شد سه و این آمده تو محل این رو بگم خیلی بگم از ضرب و تقسیم اینا خود دیپلوم ریاضی دیگه بود آقای سعیدی ضعیف بود تو اینجا متفقی من هم یک گفتم تونتون برش ضرب و تقسیم دست میاد هم میگرفتیم دیگه هر بار به چهار چند بند خدا سالها بود حساب نکرده بود و تاثیر واقع شده بود که یه شروع شد که شما کار از کجا شروع کردی در آمد چی بوده و چی شده و چی شده هم یه کس بیاد از اول سام کنی هر با من بود اکی در آمد در آمد در آورد اون مغازه از چی رو خریده اون خونه رو چه جور که ببینن این وصف ها خمسی گردانش گرفته یا نه این حساب میکنه تا الان یه مبلغ شد که بده کار میشدش بنا شدش که قسطی من باره با جمع آوری قسط هاشم بریم بکشم ارزم بر این که تو کوچه می آمدیم ساعت 11 و رو بشن به همین سهلی که دو سه روز دیگه میشه آز رفت داریم من خودم خود رو شما نسبت به نماز و روزا خوش حرف نزدیم آقای خمینه میگه اگر کسی قصد داره پول خمس نداره وارد پول آب بده اشکال کرده نماز شد این الان تو صحبتاش معلوم شد این خونه که خریده این آنها همه خمس نداده بوده گرفتار شده تو خونه این سکونت کرده که خمس تو شما آقای خمینه اونجا باطل میدانه این مکانو پس بگم فتوا بگم پس شما پس دونم نمیتونم شب بگم فتوا بگم یه روز سلال خمینه هم بیرید بیارید که ما رو اینجا سر پیش باشه الان هم اینا رو بگم پس نمیشید خب مهم من بود دیگه مثلا دلم گفتم باید بگه نماز و ترجمه رو بر روز آفر از دوری خیلی بند خدا به هم ریخ و از آی سیدی کمی هم رنگش فریدم که حالی بود چی کار کنم یه حالا هم قد شده حاضر شده یه خمسه حساب کنه من بخوام پای اونا رو بکشم وضوعی نم بید کنم اگه بیدینی مردم میترسه بیدینی فعلا نصیحت کرده که آزن شوهر رو زنانه که بقیه رو نمیگوشه کنه فعلا در این آدار آباده شد این آدار من دیدم یه آدم لاتی بود که من همه کار میکنم ولی زن شوهر دارم دم شده ها بعد آدم آزان این مقدار نبیرد چه بگیر بعد یه اول کنم باید یا به فعلا این مقدار که من نمیشه و من چه که من زرر داره بخوام من مکنم آدمی که الان شده بین 50 و 60 سالش مسلم بوده شد یه بار برفت خمس حساب کنه حالا چقدر تحت تاثیر و تحت تاثیر رو بده نشان دارم حالا بیام یه اون همه نماز رو خراب و روزه ها خراب و قسم خراب و اون برم یادا ببینید یه همچین مشکلاتی تو کاره چه کنه دارم میشم چه بسا یه فرمولی در فرسه خودتون کنترل کنید خود هر کس خود شخصش میرونه بخونید بازم رساله ها ببینید دل شهر کنید دور بخونید هی تطبیق کنید با رساله که مثلا لغوی درسته، سجده درسته، تشاور درسته لباس مکان نه به همه این دخالت بده که آخر نماز مکان شد قصد بیده باشه نمیدونم وقت دارم که باید قضا نشد در وقت باشه هیه خدا یه فرمونی درست کرده یه آدم گرفت باید یه باید نماز کنه لفت نماز که درست بخونه همه دینش رو دیگه عمل کرد چون هی جا بیدش بشید نماز اگر یک کسی بگه آقا من میرم مثالی به حجر مثال کنم بینی همه فقه و لاکر و نماز صحیح میخونم ولی پول مردم هم میدازم دقت هم میکنم به پولا نره تو مقام و لباس و اینا به نماز سرایت کنیم مثلا برم مثال بزنم باشه پیغمبر فرمود بابت یک ریال مال مردم در قیامت اون وقتا دینار و درهم بوده درهم یک درهم دینار بود مثل تومان رو ریال بزن اصلا واحد پول کوچه بزن پیغمبر در هم بودش باشه دون یک ریال رو دیده فرما برای یک در هم در قیام از 700 تا نماز خدا برمیداره میدونه به قول یک کسی نماز جبرئیلی این نماز هایی دیده مفت نمیسته که نماز به در بخور به در بزن در خود هم نمید
نماز جبرئیل خونده هم بخون اون آدمه بگو که تو همه رعایت کرده نماز صحیح میشه 700 تاش برای یک کلمه دیگه ناچار خون نمیشه که تو اونم بد داره چه نمازی نمیتون برای اون جمله رای خونی فرموده نم فرموده فرموده اگر پایان کار حساب قیامت دوی کرد نماز دو پرورد مونده باشه میبرند بهش دیگه مثل میبرند نماز آقا چرا میبرند من دوی کردش مونده گل بشن اصلا اون نماز بسته که دادم ماهن رو اونجا میده اینجا در سوره مدثر وقتی بهش یا دارن با جهنم یا حرف میزنن که ما سلک کن فی سقر قارو لم نکن من المسلم نماز نمون ما سلک کن فی سقر قارو لم نکن من المسلم خبرتی بسافی اون کسی که به امام حسین یادآوری کرد که وقت نمازه ملال اسم شده شدم بیار که اصلا حتی وقت نماز مونده بود یک کمی زود گفت باید خدا آخه موازه بود یعنی سعید ابن جبیر نه نه اون تو من اسم شده بود مسلم چی؟ حمید ابن مسلم نه این که زور به امام حسین گفت وقت نمازه دوست داره به نماز بکنیم آقا نگاه کرد فرمودن که لاش کردن فرمودن بله خدا تو رو از نماز گذارا قرار بده سعید ابن جبیر نه اسم چیزی حالی این روز دهده من چیزی است نه از حالا پیش همیده مقدر به دفتر اسم چیزی این من شهید هم شد این بند خود نماز بکن در جلیه ماسه سیزده بود که این خود بود افتاد شالا از اون بلی که این هم شهید شد الان مثلا به افتاد نماز هستم رفت خدا نگفت تو رو از شهدای کربلا قرار بده گفت خدا تو رو از نماز گذارا قرار بده نماز گذار بودم که از شهید کرد هیچ وقت آدم سر تو منی رو نمیگن خدا نبر تو منی قرار بده یه سر در تو منی قرار بده نماز و این رو میخواند از من بگه این رو به همه لفی بکن و اون رو بیر آدم بره نماز بخوام بر سیحتم نوام بله بسید بنیست من هیچ نماز گردن نمید آجا ابو تمامه همدانی صاعدی بله یه کم به سیدا بیم میبرم حالا هم همه ابو سلام هست و سه سه نقطه هست بله بسه این ابو سلامه بود یاد آور یه وقت نماز رو کرد آقا فرمودن که خدا تو رو از نماز گذار این مطلب نیست آجا وقت نماز بله نه نه ما رو اسمش بدونی یه برنامه خودش موقع نمازی رو قرار گرفت حاج آقا رسانه ها جواد ها میدونم حاج آقا رسانه ها کلن برای امون سخته ما که الان نزدیک به یک ساعته فرمایشات حضرت ها دید و استماع میکنیم برامون هنوز حل نشده ببینید اینجا نوشته قایات من خدا در دبیرستانی رو کرد قایات چیه؟ الان اینجا به احتیاط واجب سایر قایات رو انجام ندهد چه مسئله؟ چه شما رئیسی؟ مسئله 726 اولین مسئله هم 726 هم باید قایات هم شما رئیسی؟ برو قایات رو بخوانی همی چی؟ نه 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 هفتر و بیسی سی آقایون سکوت رو رعایت کنید خواهش بکنم این جلسه تموم نشده دارد چون هم برش میدارم میبرمشون تو باید در دجاست احسان از داره باشه یعنی اسمش قایت متواقعین و تیل قایت با اما این غیر تیل و نقطه است بعد میگم برای جو من این دارم درس کنید دارم جو بوده مقام مهندن مهندس بشم یا مهندس شدن اسمش قایت اما که تو تو باید میشونم قایت اینجا نهایت اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد ان شاء الله به امام الهی الهی